طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که دیروز در مجلس ایران به تصویب رسید واکنش‌های زیادی را بین رسانه‌های تندرو و اصلاح طلب به دنبال داشته. منتقدان مذاکرات هسته‌ای از جمله روزنامه کیهان طرح تصویب شده را زیر سوال برده و به تغییراتی که هیئت رئیسه مجلس در طرح ابتدایی اعمال کرده اعتراض کردند. اما حامیان دولت از جمله روزنامه شرق اقدام هیئت رئیسه را ستوده و از آن به عنوان پاتک هسته‌ای به تندروها یاد کردند. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی فارسی با ماست. جمشید، به نظر میاد که عده‌ای خوشحالن، عده‌ای ناراحتن از تصمیم مجلس. دلیل این اختلاف نظرها چیه؟ خب ببینید، شاید به نوعی واکنش به روزنامه‌های هوادار دولت بیانگر علتش باشه. مثلا روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خودش اینگونه توصیف کرده مصوبه دیروز مجلس رو: مصوبه نمایشی برای بستن دهان دلواپسان. یا روزنامه ایران، روزنامه‌ای که دولت به هر حال استقبال کرده از این مصوبه و اون رو همصدایی ریاست جمهوری و مجلس یا پاستور و بهارستان قلمداد کرده. دقیقا به همین علت هست که منتقدان دولت، اصولگرایان تندرویی که از اونها به عنوان دلواپسان یاد میشه، نگران هستن. روزنامه کیهان که اشاره کردید تیترش این هست که مجلس در واقع اون طرح رو رقیق سازی کرده. عملا طرحی که دلواپسان میخواستن بدن به چیزی دیگر بدل شده. علتش هم این هست که در یک جا گفته شده در مورد بازرسی ها طبق قواعد شورای عالی امنیت ملی باید عمل بشه، و از اون مهمتر این هست که در طرح اولیه بحث بر سر این بود که توافق باید به تصویب مجلس برسه. در طرحی که تصویب شده توافق تنها به اطلاع مجلس رسونده میشه. بنابراین با آن چیزی که اصولگرایان منتقد دولت مد نظرشون بود فاصله خیلی زیادی داره. به نظر می اومد که واکنش مجلس، در واقع تصویب این طرح، واکنش مجلس ایران به کنگره آمریکا بود. آیا الان رسید به اون چیزی که میخواست؟ خب به هر حال این صحبت میشد که مجلس ایران هم باید اقدامی مشابه انجام بده. اما واقعیت همین هست که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی انتظار چنین واکنشی از مجلس اساساً غیر ممکن هست. یعنی مجلس نمیدونه. شما ببینید آقای لاریجانی دیروز با این استدلال طرح رو از دستور کار خارج کرد که ملاحظات شورای عالی امنیت ملی در اون رعایت نشده و همینطور ملاحظات رهبری، و این گفت این طرح دست رهبری رو میبنده. بعد تأکید کرد، گفت که ما در مورد بحثی مثل فروش سیب زمینی بحث نمی کنیم، بحث هسته‌ای است و مجلس موظفه که مطیع رهبری باشه. خب این چون این امری در کنگره آمریکا اتفاق نمیفته. یعنی رئیس جمهور یا کسی نمیاد بگه که کنگره موظف است که مطیع رئیس جمهوری باشه. ولی آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، فارغ از اینکه به هر حال چون این اقدامی الان به سود مذاکرات قلم داد میشه و به هر حال دست دولت رو باز میگذاره و رسیدن به توافق از نگاه بسیار امر مثبتی هست و کار در واقع دلواپسان رو دشوار میکنه، اما از لحاظ سیاسی و حقوقی جایگاه مجلس رو، جایگاه واقعیش رو در ساختار قدرت ایران نشون میده که از نگاه رئیس این مجلس این نمایندگان میتونن در مورد مسائل مثل فروش سیب زمینی تصمیم گیری بکنن، در مورد مسائل کلانی مثل مسئله هستی رهبری میتونه تصمیم بگیره و نمایندگان موظف هستن که از رهبری اطاعت بکنن. متشکرم. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی‌بی‌سی.